به به به، بفرمایید جایی. خوش اومدید به یه قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف. توی این ترک، نه توی این ریاکشن ویدیو، قرار ترک خماری رو با هم دیگه بشنویم. مهیار فیت شایه که از تایتل ترک مشخصه چه اتفاق ناگواری قرار بیفته و اینا، پر پلی ترین ترک آلبوم تا اینجا تو این ست ترک. از یوتیوب مهیار میشنویم که لینکش توی دیسکریپشنه، میتونید چک کنید. لینک کانال یوتیوب دلول و اسمرم اونجاست. سر بزنید به اون کانال، پر از پادکستایی که جایگزین مواقع بیکاری به جای مثلا موزیک و حالا هر چیز دیگه ای. خلاصه سر بزنید دیگه. اگر فورگنگ ها رو با چی تو کامنت میریم میشنویم خماری و احتمالاً آماده میشیم واسه کلی گریه کردن. خیلی وقت هم سرایکش جدید مثل شایه نشدیم، دارم تنگ شده واقعا واسش. تو مستی اومد اسمت، من سفید شد موام در جا، هنوزم لب تر کنی زار میشم هر جا تو بگی. اینجا دوباره پیران فرق کرده. با اینکه مقصری قبول گلگی، خدا کنه شایعه اینجوری یهو ظاهر نشه. بغل تو مستی اومد اسم تو دیگه نمیشنوم کلن، یا پشمردگیمو بگیر ازم گلم، مگه میشه نیام سمتت من تش، یا پشمردگیمو بگیر ازم گلم مراعات نظیر. ولی خب یه گل دیگه بیاد که پشمردگی یه گل دیگه رو بگیره، مگه میشه؟ من نباید طرف آب باشه یا نور یا کود؟ نکن پارتنرت رو به کود تشبیه کنی. تو کود منی، بیا پژمردگی ما بگی. اومد اسم تو دیگه نمیشنوم کلن، یا پژمردگی مو بگیر ازم گلم، مگه میشه نیام سمتت من تشنتم، منوز با این که خیلی ازت خوردم. حرفم دروغ، این خیلی به اعتباره. من تشنتم هنوز با اینکه خیلی ازت خوردم. اون ازت خوردم این هم داره دیگه. ازت خوردم یعنی آب تو، نه 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 نه، یعنی اینکه خدایا بهت نیاز دارم، سیرابم کن. تشبیه شده به آبی پارتنر که من مثلا یه آدمه تشنم و نیاز دارم به اون. یک دو ازت خوردم معنی دومش چیز دیگه. ایهام به جایی بود. ببین بچه، ایهام خوب اینه، ایهام زورچپونی نشده ای نبود، زورچپونی شده ای نبود. ازت خوردم که دیگه معنی اسلنگ واضحی داره دیگه. من حرفم دروغ بود، من هنوز عاشقتم، به دستم زیاده ست چه زیاد باشه چه کم، این کورس هیت میشه. من حرفم دروغ بود، خیلی باله، این نفسم چشم بی تو خفم و کورم، نگو ازم دل بکن، بی تو بغض و دوختن به من، نزار روزم کوفتم بشن، خندم و فروختم به غم، من حاضرم جونم بدم برگردی، از یه طرف تنگ دلم ولی مغزم میگه خفه، به من میگه تو متادش بودی. به نظرم فلسفیش نرمی نبود خداییش، بد خماری بس دادی تا اصلا انگار موزیک عوض شده، انگار فلو عوض شد. خفه به من میگه تو متادش بودی، بد خماری بس دادی تا زر کردی، ناز تو میخواه. شایه بالاخره، شایه داداش کنسرت حال داد، یه دوتا ترک هم به ما بده. کجایی نیستی؟ زر کردی نیست اصلا، ناز تو میخرم تمام، میشه مگه اینقدر همه به نظر کفشش رو سته؟ نه ناز تو میخرم تمام، میشه مگه اینقدر همه به نظر نیان، همه چیو میزنم رو هم، هن نسخی یه نفر درام. نگاه کن چی کار میکنه با کلمه ها، بگه همه کمتی رو رو هم میزنم که نسخی یه چیه متا در بیام، هر متایی رو میزنم که نسخی یه متا در بیام. متا چیه اون یه نفره؟ نیان همه چی رو میزنم رو هم، ان نسخی یه نفر درام، ناز تو میخرم گرون، به عطرت میگم رو پیرنم، بمونم جا یاد تو دارم میرم اترون،
لیتری میدم پایینن گلوم، عجب گیری افتادم عجب. چرا انقدر به تو دور دادم اصلا؟ بر نمیاد ودکا پسم، باش مراقب. یه روسیه رو آباد کرده انقدر ودکا خورده حاجی. چرا انقدر به تو دور دادم؟ دران سهام ودکا رفت روش، اینقدر ودکا خورد سهام ودکا، نه درآمدش زیاد شد. آره دیگه سهام اینجا کار بردنش. بر نمیاد ودکا پسم، باش مراقب گرگ نفسم، مراقب خودت باش، من که نشناختی دور تو بشناس. نمیشی مراقب گرگا باش، بعد بیت بعدی مراقب خودت باش. گرگا نفسم، مراقب خودت باش، من که نشناختی دور تو بشناس. لیوانایی میکنم پر پرش باز، رفیقت غم داره تو چشماش. پهلوون پنبم دیگه، خودم هم نمیدونم دردم چیه. یه سری میان واسه رفتن اینه، رسمش و رسمشون بدمسیر. هنو که هم حرفم و هم خودم و نفهمیدی هم حرفم و امیری پاشه آجی بدمسیر. هنو که هم حرفم و هم خودم و نفهمیدی هم حرفم و یه تنه دلیل شدی پنچرشم، شراب میریزم محشر، هنو همون جوری عقلم کمه. هنو شراب میریزم محشر حال نداد، شراب میریزم محشر، هنو همون جوری عقلم کمه. آخه جای مهمی بود، بیت آخر سکشن یه ایت نوت بود. چرشم شراب میریزم محشر، هنو همون جوری عقلم کمه. هنو ساقی هم دستمه، هنو معرفت هم رسمم. ساقی هم دستم، ساقی باید حواسش باشه که یکی بیشتر از اون یکی نخوره، به همه برسه. یکی اگه حالش بده دیگه بیشتر واسش نریزه فیلان. میگه هنو ساقی هم دستم، مجوری عقلم کمه، هنوز ساقی هم دستمه، هنوز معرفت هم رسممه، خالی جاش روی دستم سره دست. گاه یادمان بکن، دلمون تن یاد تیم کلی، دلمون تن یاد تیم کلی، لاغل ما نمی بردی، واسه همیشه پرتت کجاست رفیقاتو، بی خیال شدی واسه کی مردی، گم شدی کجا، جور شدی با کی. دم سره دست، گاه یادمان بکن، دلمون تن یاد تیم کلی، حواسه همیشه پرتت کجاست، هر بیخیال شدی واسه کی مردی. بی تو بغض و دوختن به من، نتا روزم کفتن بشن. پروژه قبلی که با هم دیگه داشتن بود دیگه، یک پروژه خیلی موفقی هم بود، اسم ترک یادم نیست، دلمون تن یاد تیم کلی، یاد تیم، یاد تیم، اینجوری شروع میشه ترک، توی آلبوم شایع بود. چی بود اسم شایع آلبومش؟ یادم رفت. و چی اینجانه؟ نه قدیمیه هاشی مغز من چی؟ چرا اسم آلبومش یادم نمیاد؟ آره آخر ورسش رو با دو تا بیت تضمین طور از ورس هیت شدهش توی ترک، همون ترکی که اسمش یادم نیست، توی آلبومی که اسمش یادم نیست، از شایعه که ترک موفق کلابریشن بین همین دو نفر بود دقیقا، که یه پاسی داد مخاطب به اون ترک و انگار ادامه اون ترک بود این ترک، چون اونجا هم ما یه فضای انگار اشاره، فضای مثلا انگار خیانت دیدن از یه نفر، دلتنگی واسه یه نفر، خماری یه نفر رو کشیدن، نگیم دلتنگی، خماری یا نسخی، خماریشو پس میدن، نسخیو میکشن. حالا یعنی حسی که توی دوتا ترک داشت ازش صحبت میشد حس مشترکیه، هم اینجا هم اونجا، به خاطر همین این اشارهی که به اون ترک کرد انگار این دوتا پروژه رو وصل میکنه به هم. یه اتفاقی که تو اون ترک افتاد اینجا نیفتاد، لوپ اون ترک سمپل لوپ خیلی جذابی داشت، این ترک پروداکشنش به اون جذابی نیست، لذا از اون طرف دست آرتیست ها اونقدر باز نیست روی مانوف دادن توی ورساشون، هرچند کورس نظر من کورس هیتیه از مهیار، ولی ورس شای فلوی من با اون ترک مقایسه میکنم، فلوی اونجا که استثنایی بود، فلوی شای اینجا یه مقدار فلوی معمولی تری استفاده کرده بود. بیت های کوتبل هم که اصلا عضو جدای ناپذیر از قلم شای است و اینجا هم همچنان بود، ولی حالا بذار ببینیم سیکی مردی. بی تو بغض و دوختن به من، نزار روزم کفتم بشن، خندم و فروختم به غم، من حاضرم جونم بدم برگردی. این کورسه، اگه این کورسه هیت نمیشه، من فکر کنم اون بیت، اون چهار تا بیت آخر ورس یک فکر کنم کورسه. طرف دنگ دلم علی، مغزم میگه خفه به من، میگه تو متادش بودی، بد خماری بس دادی تا تر کردی، تو
جمع میخندم سوری من، ولی شرط میبندم خوبی تو، نگهت داشتم سوری تا تونستی کردی دوری تو، میسوز جای حرفات، میخوای زخم و خوری خوبی کن، میندازمت دور تو فروزایی که ساقیم بودی تو، درگیرم با خودم نمیدون. آها چه فلوی جذابی داری اینجا، بابا فروزایی که ساقیم بودی تو، درگیرم با خودم نمیدونم، میخوامت یارم من، عکساتو پاک کردم خاطره آتالا عذاب من، مسی یادتم تو چه تیمت مغزم یاده یکی میفتی میری عکسشو چک میکنی، بعد البته بدتره داداش، همون بهتر که پاک کردی. تو وقتی یاده یه چیزی میفتی میری عکسارو چک میکنی، بدتره، بیشتر ارتباطت با اون خاطره بیشتر و سنگینتره، اون ارتباط رو قطع کردن سخته، اصلا بهتر که پاک کردی. ولی به نکته ناراحت کننده جالبی اشاره کرد. حالا عذاب من تو مسی یادتم تو چه تیم حت مغزم صدا، چی میشه گمشی از اینجا نیاید تا تو خوابم هم نیدون. صده بهنامبانی ها کجا؟ صده بهنامبانی نیست؟ همونو های پیچ کن، همونو لو پیچ کنی میشه به نامبانی ها چیز صدای من. یا گنگستوس، این بود ترک خماری، مهیار فیت شایه، به نظر بهترین ترک آلبوم تا اینجا. من نمیدونم چی شد که بین این همه ملودی جذاب اون ملودی و اون فلو برای کورس انتخاب شد. به نظر من کورس ضعیف قسمت ترک بود، پرتکرارترین قسمت ترک هم ورس شایه توی یوتیوب که نگاه میکنی. ولی آره میگم به نظر من هم ورس مهیار، هم ورس مهیار قسمت های جذابتر از لحاظ فلو و ملودی برای کورس شدن داشت، و کورس ناجذابترین ملودی و غیر ریپیتبل ترین فلوی که توی ترک من شنیدم رو داشت. ولی در کل ترک ترک بهتری بود از دو تا ترک قبلی که شنیدیم. ورس شایه که میگم مثل همیشه ترکونده بود، پر از بیتای کوتبل، این اون امضای همیشگیش که امضای سختی، یعنی تکرار کردن اون امضا که تو بیتات کوتبل باشه همیشه، میرین این امضا امضای سختیه، یکی مثلا ورست خفن باشه همیشه امضاش اینه، این امضا رو همچنان نگه داشته بود، هر چند اون شاه بیت افتر شاه بیتی که تو یه سری جا از شایه میبینیم اینجا نبود، پر از شاه بیت بود، ولی اونجوری که بیت به بیت بخواد کوات شه و توییت شه و کپشن شه اونجوری نبود، بیت کپشن شو زیاد داشت. ولی و میگم از خماری، از اون حس خواستن همزمان رها کردن، از اون این پا اون پا کردن بین این دوتا حس، بین این دوتا تصمیم داشت صحبت میکرد. ایده کلی ترک این بود که وقتی خماری، تو با تمام وجود یه چیزی رو میخوای، با تمام وجودم میدونی باید درکش کنی، از اون حس داشت دقیقا میخوند این ترک و صحبت میکرد. یه اتفاقی تو ورسای شایه بچه ها میفته واسه من عجیبه اینه که مثلا نازتو میخرم گرون، لفظی که هر کی هم بده اینجوری بگه من اینجوری میشم که ای بابا سیمبازیه چیه فلان. شایه به تناسب اون دلیوری که داره، اون حسی که تو صداشه، وقتی اینجور بیتو و اون حالا یه چوس مرام، یه چوسه مثلا سیس لوتی منشی داره همیشه ورسا و لفظای شایه، مثلا از پوری و حمید صفت کمتر، ولی لفظای لوتی گری و اینا توی ورسای شایه شنیده میشه دیگه این منو بر. میگم شایه وقتی اینجور چیزا رو میگه به خاطر اون حسی که تو صداشه و اون فریمی که از خودش ساخته و نشون داده، مثلا بامزه است که نازتو میخرم گرون، تیکای صدا سیماییه، تیکاییه که مثلا سریالای صدا سیمایی یکی میخواد عشقشو، یا مثلا بچلات میخواد عشقشو نشون بده به دختر محل، چادر به سر محل، اینجوری نشون میده. ولی میگم به خاطر اون این بیت تو فریم درست قرار بگیره، به نظر من بیت خوبیه، تو فریم غلط قرار بگیره واقعا بیت کیج کننده ایه. میگم به نظر من شایه نکته ای که میتونه یه سری از بیت رو استفاده کنه اون فریمیه که ساخته، و یعنی نازتو میخرم گرون اگه شایه بگه باحاله، که هر کس دیگه بده باحال نیست واقعا. و ناراحتم که شایه دیگه باشگاه نمیره، یه دوره خیلی رو فرم بود. تبدیل تجربه اولی ما شنیدن ترک هم اگر میخوام صادقانه بگم، من شیشونیم، من خیلی چیزای ترک وجود داشت که به نظر من بهترین حالت ممکنش نبود و من نمیدونم چرا. مثلا واقعا وقتی بیت ترک نشد بشیم همیشه گیم بابا اسمش رو یادم نمیاد، وقتی همچین بیتی هست و همچین سمپل کچی هست و هویت داری، چرا همچین بیتی که به نظر من اونقدر از نصف اونم هویت نداره،
من اصلا هیچی از بیت یادم کمین الان که ترک تموم شده هیچی از بیت تو ذهنم نیست. من میگم کورس هم واقعا خیلی جای بهتر شده، لذا من 6.5 به نظر من عدد خوبیه واسه این ترک. برای اولین بار گوش دادم، شاید 20 بار گوش کنم 10 از 10 شه. و اینا همه نظر منه، نظر شما میتونه کاملا متفاوت باشه. حالا شما نظرتون رو بنویسید توی کامنت راجع به این ترک و راجع به این ویدیو. زنگول بغل دکمه سابسکرایب هست که اگر روی سابسکرایب کلیک کردید، دوست داشتید از آپلود جا نمونید، میتونید روی اون زنگولم کلیک کنید و لایک و دیسلایک کنید هم که یادتون نره دیگه. تا ویدیوی بعدی، فور گنگ.